به ادامه گزارش های شهری ما امروز ما آمدیم به پروان دوی کابل تا گزارش شهری خود آماده بسازیم. قسمی که شما در تصویر هم میبینید در یکی از دکان های تایر فروشی و ویل فروشی آمدیم که تا از اینا بپرسیم کارایشان چگونه هست، خرید فروششان چگونه هست، از کارشان رضایت دارن ندارند و بیشتر مالایی که اینا وارد کردن از کدام کشورها هستند و در ضمنش بجز از اینکه خرید و فروش تایر را میکنند دیگه چی فعالیت هایی انجام میشه. میریم با کسی که مسئول هستن امرا اینا صحبت میکنیم ببینیم که چی گفتنی ها دارند، برای ما چی میگن، چه قصه ها میکنند. اگر کدام خاطره تلخ و شیرین هم داشتن حتما امرایشان شریک میسازیم. سلام میشه اورور جور بخیر تکلت تازه جور یا سعد بخیره سمده خیر و سدوی رضیت و ماننه نوم دسته ده اورور نمی برات خان دی برات خانه لگ مونتا جزیات را که چه دلتا کم ساحه دی او تاسو سکرونه که دلتا تا خو دا پروانی دو ساحه دا دا کابل نو دا چهر پروشی مخلصه کرده دا کارونه دا چهرو کاروبار شروع دا چهرو دا ویلکپو نو د یواز د ټایرو او د ویل کپ کارونه دلته کیږي هو دا د ټایرو د ویل کپ ساحه ده د پروانی دو اما هغه پخوانه هم داسې کار دی کنه اوس لږ تغییرات پر راغلي دي والله تغییرات خو اوس ډېر راغلي دي پخوا خو نه کاروبار ډېر شو اوس کاروبارونه لږ ډله دي خو بیا هم شکر دی الحمدلله ټک ټک کیږي گزاره کوي څومره توفیر راغلی دی ستاسو په فروشات کې نظر د تیر نظام په پرتله باندې تیر نظام خو نو چې 100% ولو اوس چې کم دی اوس 50% دی 60% اوس ستا یو 50% 50% اوس کارونه ستا مخکې یو 40% 50% کم شوي دي کارونه مخ کارونه ډېر شوه بیا دغه ټایرونه کوم ځای نه راځي ټایر ویل یو ځای تاسو اخلی که نه بیل بیل تاسو ته راځي نه ویل کپ چې دي دا ویلونه دا د چینا سره راځي او ټایرونه چې دي ټایرونه بیا موږ د دوبۍ د تایلینډ سره راوړو موږ خپلې د دوبۍ د تایلینډ سره راوړو بیا ویش لیدي د ویش بیا کابل له راوړو ویل کپ ته چینا سره راځي څو ډول ویل کپونه تاسو سره شته کیدای شي چې معرفي هم وکړي هم هسې تصویر هم راشي پکې او معلومات هم لږ ورته ورکړي ویل کپ خو نو دغه دي یار یو اویا اتیا رقم به زموږ سره نه وي راسره دغه مستعمل خو ډېر رقمونه سته یو د اویا او در اتیا رقمو پرې نه وي زموږ سره سته د هایلیکس ولنکوزر د لکسیزو د هر شي د زموږ سره سته بیا کوم یو ډېر فروشات لري او خلک راځي هغه اخلي والله نو دلته ټول نوي شپان دي دا اوس د 2022 ماډل د 2022 ماډل دی یو غو د 2022 ماډل دی دا د لکسیز دی دا د 2022 ماډلانو شل ماډلانو دغه شان اوس څه ډېر پروشات لري موټران ته خلک ورلګي بیا قیمتونه یې څومره دي قیمتونه یې ښه دي که نه قیمتونه نو دا یو بله چې د $2500 څه ونیسي بیا در $2500 پورې رقم ویلانس ده د $2500 ښه په خوا کې مو دومره قیمت و په خوا کې مو دومره قیمت و اوس قیمت ټیټ شوی نه دی یا جګ شوی وی نه والله اوس جګ شوی دی په دې خاطر باندې چې هلته په ګمرکات کې محصول ډېر زیات اخلي نو اوس نرخونه لږ جګ کړلي دي یا نو فروشات څنګه دی دغه شپه ورځو کې خلک راځي که نه راځي ویل کپ ډېر اخلي ټایرونه اخلي والله په دا شپه ورځ کې د ټایرو فروش لږ څه د ویل کپ دا بالکل درېدلی دی نو خدای مهربانه دی جوړ بسې خو ټایرو فروش لږ څه اوس په دا شپو کې څو ډول ټایرونه تاسو سره شریکه هغه هم راسره شریک کوي چې څو ډول ټایرونه دي چې دلته خرڅېږي نو هغه په باره کې هم خبرې وکړئ چې کوم ملکونه راځي ټایرونه خو زموږ سره دغه خوازه چې ده دا ټول د سیمپل د خالي کشني ټایرونه دي بیا دغه غټ خوازې چې دي دغه غټ ټایرونه دي یو د ټایرونو نه د جاپان او د چینا او د تایلینډ د هر ملکو سره دي د انډونیزیا سه نو غټ ټایرونه هم دغه ملکو دي کشني ټایرونه هم دي خو زموږ سره سیمپل دی شپېته رقمه کشني دي غټ هم دغه ډېر تعداد کې شته څو سایز ستاسو ټایر لرئ دلته موږ د سایز د دیارلس لمبرو څه ونیسي بیا نو څه در څلورویشت لمبرو ټایرو پورې سته زموږ سره بیا دغه ټایرونو نه کوم یو ښه دي چې خلک ورنه استفاده کوي نو په دې کې چې زیات دي جاپان او تایلینډ او انډونیزیا والا ډېر ښه دي بیا دا یو رقم امریکایي ټایرونه راځي دا زری وتله کیږي
نو زیات چې دی جاپانی او انډونیزیایی او دا ټرونه ښه دي ښه کار کوي هغه ټرونه په موټرانو کې. بیا تاسو مخکې مې وویل چې دلته مستعمل ټایرونه هم پیدا کیږي، بیا مستعمل ټایرونه کوم ځای نه کیږي؟ هغه کسان چې راځي دلته نوی ټایر اخلي، د هغه ټایر تاسو اخلئ که نه بل چیرې نه راځي؟ نه، مستعمل ټایرونه خو چې دلته پیدا کیږي دا هم د ټایرونه د دوبۍ سره ځي، بیا د شهدا کې دلته ډېر پیدا کیږي، بیا د پنداران چې بیي چې د شهدا سي راوړي، نو موږ خپله د ویش سره وړو، دا نور د کوچني دوکانداران چې ځي د دغه سي راوړي د شهدا نه راوړي، هغه چې بیا هغه بیا د دو سي څار ځانه یو 2000 افغانۍ په مابین کې پارک لري، 2000-3000 افغانۍ د کوچنی ټایر په مابین کې پارک ته لري، زوړو نوی ټایر. ستاسو په نظر خلک باید نوی ټایرونه واخلي ښه دي که زاړه ټایر واخلي؟ هغه کوم یو چې استفاده شوي دي؟ والله اوس په 100% خلکو کې 80% 90% خلک چې هغه نوی اخلي، ځکه چې 1500-2000 افغانۍ په مابین کې پارک لري، نو هغه خلک پر ورکوي، خلک نوی ورته اچي، چلیده دونه نه ورته اچي، چلیده ډېر کم خلک ورته اچي. وجه څه ده چې اوس هم خلک د چلیده ټایرونو نه استفاده کوي؟ نو یو پای خلک هغه د 2500 افغانۍ ته حساب کوي، خو چلیده ټایر چې څونه کار کوي، نوی څونه کار کوي، بیخي ډېر فرق لري. نوی چې نوی تاریخ راځي، د دا کال د پیش کال تولید راځي، هغه چې هغه د 2010 د 2012 کال چلیده دونه کار نه کوي، زیات خلک ته چې موږ دا وایي، نو هغه بیا نوی ورچي چلیده نه ورچي. بیا کوم جالبه خاطره تاسو لرئ چې دغه شپه ورځو کې شوي؟ والله په دا شپه ورځ کې خو نه ده سوې، نو د جمهوریت په داخلي شپو کې زموږ پر موږ خپله شکر دی نه دی راغلی، دا زموږ همسایه له لاره راغلې وه، دغه یې کړې وه، دلته ټایرونه ویلانې ځم ولګوله، نو دغه یې شاته ځن روان شو، ټکان یې پر وکړله، ټکان یې دغه خطایي وکړه، موټر یې دغه روان کړي، پر شا ولاړ د جمهوریت په آخري شپو کې. په عمارت کې به شکر دی الحمدلله شی نهسته. خیر، څه پیام لرې؟ پیام نو بس هغه مې دی چې الله دې کارونه جوړ کړي او دا زموږ د عمارت په رسمیت وپېژندي، الله دې کارونه جوړ کړي، او عمارت یې خاص د تجارانو سره څه ښه کوي، په دا ګمرکاتو هغه په دا ښارو کې دي، د تجارانو سره ښه کوي. ډېره زیاته مننه ستاسو وخت نه. خیر اوسه، مننه دوستای عزیز. قسمی که صحبت های برادر ما رو شنیدیم، اینا گفتن که نظر به گذشته ها رونق کارشان افتیده، بازار ندارند، تنها 50-60% بازار هست که او هم بگیرشان بیایه یا نه، این موضوعات وجود داره و گفتن که تایرهای مختلف نوی وجود داره که بیشترش از کشورهای تایلند و ویش و ژاپن ناوارد میکنند و در ضمنش خرید و فروشات خوب دارند. دیگه دوستایی هم که علاقمند هستند که تایرهایشان باید نو شوند، از سر ساخته شود، باید بیاین اینجا و تایرهایشان میشه که به قیمت ارزان خریداری بکنند. اینجا دوست دیگه ما هست همراه اینام صحبت خواد کردیم که اینا چی گفتنی دارند. استرمش جور بخیر. څنګه یې؟ شکر ته څنګه بخیر. نوم دسه ده؟ نوم عزت الله ده. تم هم دلته کار کې؟ هو د دلی په دات بانک کې مشکار کو. د تا کار څه ده دلته؟ مشکار نو دا کار دی چې موټر د ټایرونو ورولګوي، صفایي پای زله مصروف یې په دې کارو زله مصروف. بیا کارونه څنګه دي نن دغه شپه ورځو کې؟ یار دا چا خبره ده، بس خپل نصیب قسمت رسیږي، الله سره ډیر شکر. څومره وخت کېږي چې دلته کار کې؟ یار درته تقریبا یو لس کال او نه کال کېږي. دومره ډېر چنکېږي. څومره پیسې دې ګټلې ده؟ پیسې مې ستاسو نه دي مال څومره. ولې؟ بس نو څلو مصروفې لګیا یو، مال راوړه، مال ویس را په دغه خپل وطن کې زله په مصروفې. بیا څومره خوشاله یې خپل کار نه دلته؟ یار بیخي ډېر خوشاله، الله دې هر چاته خپل کارو نصیب کړي. دا مسافر چې تللي په خارجو کې ناستې در په در یې په د خپل وطن کې در هغه راشي او هلته یې لس زره ګټي، درته یې 15000 مصروف کې ځوم، ډېر ښه خوند به پرې وایخي. ډېر زیات مننه ستاسو وخت نه. خیر اوسه، سلامت اوسه، تشکر. دوستای عزیز چای نام تیار هسته و میگم که چای بخوریم، ولی ما ناگزیر هستیم که به کار خود ادامه بدیم. ببینیم که اینجا دیگه دوستای ما که دوکان دارن مصروف کار هستند، کاروبار اونا چطور هستن، آیا از کارشان در ساحه پروانه دو رضایت دارن ندارن،
نظریات اونا را هم میشنویم و ای که چند نوع تایر فعلا در دکانای اینا موجود است که اینا باید او را به فروش برسانند و در زمستان و تابستان معمول است که تایرها تغییر و تبدیل میشه و ای که امو نوع خاص خود را داره که از اینا میپرسیم که پیش اینا چند نوع تایر وجود داره و در زمنش در زمستان و تابستان چی را استفاده میکنن. سلام علیکم، خوب هستین؟ صحتمند بخیر. سلام علیکم، خوب هستین؟ صحتمند بخیر. صحت شما خوب است؟ شکر، سلامت. شما خوب هستید؟ نامتان چیه؟ نام عطاولا اکبریست. عطاولا جان، مصروف چی کاروبار هستید این می ساعت؟ صاحب دکان حتما خودت هستید؟ بله، صاحب دکان هستم. این دکان غریبانه هست، اینجا کار میکنیم روز بگم. کاروبارتان چطور است شب روز؟ خوب است، فرض خدا دیگه. نسبت به سابق دیگه بسیار کم شده، من تو میگم میشه که صبح میایم شب میریم. باز رضایت داری از کار خودت دیگه؟ خیر، نه رضایت ندارم. به دلیل از اینکه مارکت مکمل ششته، کاروبار نیست، فروش نیست، مال رو که میاریم او نمیشه، در دکان میمانه یک سال، دو سال، حتی تاریخ تایر تیر میشه، تایر نو. اگر وقتی که تایر تاریخش تیر شد، تایر نو کس نمیگیره. به این خاطر رضایت نداره. قبلانا که بود تایر نو که میومد در ساک نمیمان، در گدام های ما نمیمان، خلاص میشد تمام شد و فعلا میمانه. اگر تایر تاریخ سال 23 سیره بیاریم 24 دیگه تایر مینش چند نوبات 2024 شروع میشه. تایرهای 23 ما مکمل میمانه. هر دکان هست هایی کنید که هزار آقا تایر گدام دار، تران تایر نه وجود از یک مستعمل چه مستعمل های خارجی داره کمش حتی خل هزار آقا تایر داره دیگه. این بسیار یک تاوان گزام هست برای یک کسبه کار. در گذشته ها بیشترین فروشات تان به کی ها بود؟ مثلا اینجا انجوهای مختلف وجود داشتن و شرکت ها و همچنین مردم هم بود و از توانش خوب بود. بیشتر فروشات تان بالای کی ها بودن؟ خب کار تایر کار است که مشتری مشخص نداره. هر کس که موتر داره مشتریش است و در اینجا ما میتونیم که به اساس کتگوری از شرکت و دولت گرفته تا همه مردم عامی که موتر و سایت شخصی داره اینا مشتری همی تایر فروشی هستن. و ای خو گفته نمیتونم که بیشتر کی بود. هر کسی که موتر داره این مشتری تایر فروشی هست. و چند نوع تایر وجود داره در دکان شما؟ در دکان ما تایر بسیار است. سایز 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 تا 20 تا به شما است. و ای هر کدام از این سایزها باز اندازه مختلف داره. فرض مثال ما با یک سایز 15 تقریبا 10 سایز داریم که به موترهای مختلف میای از آی لکس گرفته و تا کرلهای 2000 همین پیکنیک که فعلا اینجا استاد است همین که تایر موترهای 2000 برش استفاده میشه دیگه سایزهای مختلف داره. باز تایر ویل شما یک جای به فروش میرسانید یعنی که جدا جدا فروخته میشه؟ فرق میکنه. گاهی اوقات است که بعضی مشتری ها میگه مگه تایر ویل ما مکمل موتر ما پایایش تبدیل شد و گاهی اوقات هم هست که یک کسی یک تایرش بشت میکنه، خراب میکنه، در یک سنگ از پیشش میخوره یا مشکل پیدا میکنه او یک تار تبدیل میکنه، یک تار تایره دیگه فرق میکنه. به می اساس بازار پیش میره. باز کسایی که مثلا یک تایر میخره قیمت براش چند میباشه و کسایی که مثلا چهار تایر خود هر جای تبدیل بکنه برای ازو تخفیف هست یا خیر؟ خب اصول تجار کاروبار هم است که وقتی کسی دکاندار یا کسی کار میکنه بیشتر میفروشه، تعدادش بیشتر باشه حتما نرخش هم کمی کمتر میباشه و کسی که یک واحد میخره او دیگه نسبتا به یکی که چهار دانه بگیره 100 200 یا 300 کمی نرخش فرق میکنه. این خب اصول کار هم است. اگر چهار دانه تایر یک جا تبدیل کنه او کمی نرخش پایین تر میباشه. باز در دکان شما تایرهای هم پیدا میشه که راننده مثلا وقت زمستان میشه از زمستان باید از او استفاده بکنن و نظرم اسفنجی میگنشه او چه رقم تایرها هست؟ فعلا در دکان شما هست نیست و استفاده از تابستان چی نقص داره؟ اگر در زمستان استفاده کنه چی مؤثریت داره؟ این در مجموع تایر دو قسم است. یکی رادار که ما دکاندارا برش رادار میگیم، یعنی کسایی که وسایل دارن اینا تاری برش میگن و یکی اسفنجی است، همون کرمیچی که بیشتر شما فرمودین که اینی جنس ما باشه، جنس های کرمیچی میگم، این جنس های کرمیچی است چون گلاش زخیم است و کلان است و هر کدومش وسطش یک درز داره که اینا میتونه وقتی که یخ باشه، برف باشه خوب میچسبه، یعنی از حادثه ترافیکی جلوگیری میکنه در زمستان ها و تا تابستان بیشتر دریورهای را نه استفاده نمیکنه به دلیل از اینکه بعضی صداهای بسیار ناهنجار داره در وقت کات کردن یا در وقت سرعت گرفتن که کمی دریور آزار میده یا همین کسایی در داخل و
واسطه نخله ششته است، اونا را آزاد کرد. به این دلیل است که در تابستان بیشتر دریور را رادار میدازه. من میگم خیلی که نمی صدایی که در اگان چارایی اگان تو دور میخوره امی از کجا پیدا میشه. این تاثیر جایی است که اونا از تایرهای اسفنجی استفاده میکنن. بله بله، تایر اسفنجی بیشتر صدا داره. و در این صورت هایی که بعضی دوستای ما میبینیم که دور میخوره این قسم صدا ها را خصوصا این موتورهای بنز که تایرش رادار هم باشه صدا میده، ولی او در رفتار با صدا نمیده، در سرک مستقیم که بره صدا نمیده، چون به مو صورت بسیار بالایی که با تاو میخوره صدا میده، ولی اسفنجی در مجموع در رفتار هم یک کمی صدا داره. گرفست داره با چند نفر همراه خودتان اینجا کار میکنن؟ همراه اینجا فعلا یک نفر کار میکنن. در گذشته چطور بود؟ بله؟ در گذشته چطور بود؟ در گذشته ما اینجا نفر زیاد بودیم، تقریبا 4 نفر کار میکنیم، فعلا 2 نفر کار میکنن. آرام به دلیل از اینکه دیگه حتما کارتان نبوده جواب داد. بله به دلیل از این کار نیست اما مصرف یا شب ما شکره نمیتونستیم به خاطر ما اونا رو جواب بدیم. هم یک نفر کتیمان بوده کار نکنه بس نیست. باز در بخش واردات کدام مشکل شما دارین؟ در بخش مالیه جواز این موارد دیگه در بخش جواز که مشکل نیست. جواز هر سال تمدید میشه اما نرخش هم معلوم است، 4500 افغانی میگیره. ولی در بخش مالیات که از همین سال، همین شروع سال مالی تثبیت شد، دوباره نسبت به سالهای قبل بیشتر تثبیت شد. این دولت باید متوجه باشه، دولت مد نظر بگیره که هم کار نیست و هم مالیه سری مردم اضافه شده و این برای دکاندار، برای کسی که اینجا کار میکنه خودش یک بار گران است که سر شانه هایش گذاشته میشه. فرض مثال اگر ما در گذشته ها 15,000 در سال مالی هم میدادم، این سال برای ما آمده 130,000 جورش کرد، 50% بالا برده. در گذشته کارم خوبتر بود ولی فعلا کارم نیسته و این خاطر است که ما این سال در این تثبیته که این بار شده اصلا از مالیه راضی نیست. و بارها همیج مامورای مالی هم پیش ما آمده، ما برشان گفتیم مشکلات داری، گفتیم کسی نمیشنوه، کسی اصلا گوش شنوا نداره، درک نمیتونه که یک کسبکار چی میکنه در اینجا. فقط میایه میبینه که میگه در دکان تو سرمایه زیاد است، مال زیاد است، ولی مال از من نیست کلش، یک نسبش از تاجر است که برای من از چین وارد میکنه، شخصی که از ما باشه خمان براتون میگه که درست است، پروا نداره. ما همین طایق وقتی 15,000 در سال پرداخت تانستیم 30,000شان میتونیم، ولی کار نیست، آید سرانه ما نداره، آید نداریم مثلا. همیجا که میشینیم اگر بعضی ما مصرف خوردی کنیم در بعضی ماها ما کشته نمیتونیم از همو کمری سرمایه خود وزن خورده میگیم. باز بیشتر واردات تانم از کدام کشورها است؟ از کدام مسیرها میان وارد افغانستان میشن؟ خب بازار فعلا در اختیار چین است بیشتر و بیشتر از چین میان، از رای ایراد میان، از اسلام خلا و همچنان از کراچی میان، از کراچی پاکستان و بندر کراچی، از همین دورا بیشتر میان دیگه. فعلا مارکت در اختیار چین است، همین چین مالش بیشتر است. خواستان چی است از حکومت؟ بیشتر عرض کردم که حکومت ما دیگه خواست ندارم که حکومت برای ما بیایه کدام کار دیگه بکنه، مالیه را سر ما کم کنه و همین که مالیه سر ما کم باشه ما میتونیم به خیال راحت کار بکنیم. وقتی کسب کار که دولت میگه ما همکاری میکنیم، دولت هم باید که کسب کار همکاری بکنه. وقتی که همکاری نکنه خب نمیتونه که ما اقتصادی بازار نمیتونه که اقتصاد یک مملکت چرخی دورانه کنه. امروز همین قدر که دولت برای ما متکی است، ما بیشتر به دولت متکی است. ما دولت است، او میتونه که هر کار بکنه ولی یک همکاری نکنه. خب امروز ما سقوط میکنیم، فردا همسایه ما سقوط میکنه، پس فردا دیگه همسایه ما سقوط میکنه، اقتصاد استاپ میشه، همین مردمای گرسنه و گشنه کلش دامن این دولت هم میگیره، دولت بازو آدم میتونه جواب بده. تشکر، سلامت باشین شما، وقتتون بخیر. خب دوستای عزیز، قسمی که سخنهای دوستای ما را شنیدیم، اینا هم از مشکلاتشون گفتن، از افزایش مالی، از اینکه کاربارشون وجود نداره. این بود گزارش شهری ما از پروان دوی کابل، با امید از اینکه مورد پسند شما بوده باشه و تا اینکه در یکی از گزارش‌های شهری دیگه حضور شما قرار میگیریم، همه شما را به لای منان می‌سپاریم. دوباره برمیگردیم به استودیو.